بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در ادامه مصاحبه های این جانب محمد صدیق دهواری پیرامون تاریخ شفاهی استان سیستان و بلوچستان، امروز دوشنبه 13 آذر ماه 1402 در خدمت استاد محمد برشان، پدر قنات ایران و صاحب نظر، پژوهشگر، مؤلف و یکی از شخصیت هایی که برای بحث قنات و ثبت جهانی اونها در استانهای سیستان و بلوچستان، کرمان، یزد، خراسان جنوبی و خیلی از استانهای دیگه تلاشی کردن و کوشش ایشان مثمر ثمر شده و قناتهایی در استان کرمان را ثبت جهانی یونسکو کردن. استاد، تقریبا این سومین سفری ایشون هست به شهرستان سراوان و امروز هم بازم خدا را شکر در خدمت استاد بزرگوار هستیم. ابتدا از ضمن خوش آمدگویی محضر ایشون، من از ایشون تقاضایی دارم که یه مختصر معرفی خودشون رو داشته باشن برای شما شنوندگان عزیز و بعد سوالات بعدی من در خصوص قنات هایی که در سیستان بلوچستان هستش و استاد اونا رو رفتن مشاهده کردند و دیدن. نام خداوند بخشنده مهربان، من سپاسگزاری میکنم از آقای دهواری عزیز، استاد بزرگ، که آشنایی با ایشون سرفصل‌های جدیدی را در بلوچستان روی من باز کرد و من در واقع هرچی که دارم از تلاش‌های راهنمایی ایشون دارم. من محمد برشان هستم، نویسنده، پژوهشگر، روزنامه‌نگار و خبرنگار، رئیس هیئت مدیره مراکز قنات مکران و استان کرمان، پژوهشگر بدتر استان در عرصه دستگاه‌های اجرایی، عضو خانه مطبوعات استان کرمان، عضو مرکز بین المللی قنات، عضو انجمن همگرایی موارث فرهنگی ایران، عضو انجمن قلم ایران، عضو انجمن ایرانی تاریخ و عضو هیئت مدیره سمن بهاوران طبیعت. کتاب هایی که من در زمره تاریخ آبیاری در ایران تهیه کردم، اگر بخوام شرح طولانیش بگم این مصاحبه طولانی میشه. کتاب های زیادی نشتم در زمره، در زمینه بیشتر در زمینه آب، بحران آب، تاریخ آب و آبیاری، و اما در زمینه تاریخ آب و آبیاری بلوچستان، ببینید بلوچستان تمدن‌های قناتی هر سه محور داره: تمدن‌های قناتی دریایی اقیانوسی، تمدن رودخانه‌ای و تمدن قناتی. یعنی ما سه حوزه، بله، یعنی در بلوچستان برای هر سه حوزه‌اش هستن. یعنی ما در حوزه دریایی به خصوص اقیانوسی در بلوچستان تاریخ خیلی خیلی دیرینه‌ای داریم که متاسفانه کمتر کار شده بود. تمدن رودخانه بلوچستان هم یک تمدن بسیار درخشان هست که واقعا جای بحث بیشتری داره و از همه مهمتر تمدن قناتیشه. کلیه جهانگردانی که مورخینی که از بلوچستان بازدید کردن در سفرنامه های خودشون، همه اینها به تمدن بلوچستان و به خصوص تمدن آبی، دریایی و رودخانه‌ای اشاره کردن. ولی از اونجایی که این تمدن مخفول مونده و کسی تا حالا کار روش نکرده، همونطوری که خودتون شاهد هستین از سال 95 این کار شروع شد و ابتدای کارش هم در سراوان و جال بود که ما موفق شدیم برای اولین بار در بلوچستان قناتهایی در این مناطق ثبت ملی بود. بعدش من یکی از کارهایی که من کردم در این زمینه، یکی از کارهایی که کردم شناسایی و معرفی تمدن قناتی بلوچستان بود. خب این که نمیشد، با همکاری بسیاری از دوستان در ایران شهر مرکز قنات مکران رو متأسیس کرد. مرکز قنات مکران محلی هست برای معرفی، شناسایی و نوشتاری مرکز تمدن قناتی بلوچستان و این کار به مرکزیت ایران شهر انجام شد. در واقع ما به لحاظ اینی که در ایران شهر قدیمی ترین خنبات ما که متاسفانه اکثرا در بنپور خراب شدن قرار داشتن و من امکانات دسترسی به ایران شهر بیشتر بود، یعنی در واقع اینه بهتون بگم حالا من چرا ایران شهر را انتخاب کردم. به خاطر اینکه ببینید بزرگترین تمدن خناتی ایران زمین در بم هست و بین بم و ایران شهر ارتباط بسیار دیرینه‌ای هست که هم راه عبور من خودم آسان می‌کرد و همین که این دوتا تمدن به هم وصل می‌کرد. بنابراین ما مرکز قنات مکران رو به مرکزیت ایران شهر تأسیس کردیم و در این راستا ما قنات‌های ابتر و قنات‌های حوزه
ایران شهر رو شناسایی کردیم که در نوع خودش یک کار بسیار بدی و تازه‌ای هست که یعنی انجام نشده. کارش بسیار بسیار شاخص و بسیار مهم و بسیار ارزنده‌ای که در زمینه تمدن قناتی بلوچستان انجام شده آقای دیواری. ببین یه کار بسیار بی نظیر برست. یعنی ما برای اولین بار در ایران و جهان بره. یعنی حتی عمان این کار نکرده، پاکستان این کار نکرده، در بسیاری از کشورهایی که عضو مرکز بین المللی قناه در یونسکو هستن این کار نکردن. ما برای اولین بار در جهان تمدن قناتی یک دیار رو در بلوچستان در خسخن ثبت جهانی کردیم. بسیار عالی. و پارسال جشن بزرگش یادتونه که دیگه هم گزارش شبکه هامون پخش شد و هم اینی که اهمیت پیدا کرد. باور کنیم بعد از اون صدها نفر از نقاط مختلف ایران و حتی در خارج از ایران با من تماس میگرفتن این قزقند کجاست، آیا همچه تمدنی داره، یعنی در اونجا همچه چیزی. گفتم بله. اون چیزی که متاسفانه مخفول مانده به هیچ کس روش کار نکرده بود، من زمانی که ثبت تمدن قناتی قزقند اعلام شد اشک شوق ریختم که من تونستم یک کاری رو انجام بدم که هم اهمیت و تاریخ تمدن یک دیار آشکار بشه و هم که قدم های زیادی در زمینه توسعه گردشگری و در زمینه حفظ قنوات برداریم. الان دیگه هیچ کس نمیتونه در جوار قنوات قزقند چاه عمیق بزنه، ساختمان سازی کنه، راه سازی کنه، مگر اینکه اصول به ضوابطی که میراث فرهنگی تعیین میکنه براش در اونجا رعایت بکنه. بنابراین این یک صرفت بسیار بسیار ارزنده‌ای در زمینه معرفی تمدن خناتی بلوچستان. و بعد در نیکشهر هم باز ما خناتهای هیچان و خنات هونکر، خنات مرکزی در دستور کار قرار داریم که من این دفعه میرم پروندهش رو تکمیل کنم و ایشالله به میراث فرهنگی برسون. در زمینه باد در همین قزقند باد تمدن خناتی هیتو با محور گردشگری انبه ما داریم کلید میدن. شما ببینید در جاهای مختلفی در ایران زمین در ساحل دریای چیز به در سواحل جنوبی ایران انبه هست، مثلا در میناب جنوب هست، در رودان هست، در منوجان کرمان هست، ولی این وسعت و این گستردگی و این تنوع گیاهی انبه در اونجا نیست. بنابراین ما دو نوع استارت گردشگری در بلوچستان میزنیم، یک استارت گردشگری برنج با آب قنات، این خیلی مهمه. و دوم یکی از کارهای دیگه ای که من در پارود انجام دادم معرفی تمدن رودخانه ای این منطقه بود و از همه مهمتر یک تحقیق جامعی که ما انجام دادیم روی گاندوها بود. ببین یک دری جانور، چون من رو جانوران گیاهی و و روی موجودات گیاهی و جانوری قنات خیلی کار کردم، خب یکی از پدیده هاشون که در رودخانه ها هست همین گاندو هست. در نجمه اینا رو معرفی کردم چه حیوانایی هستن، چه جانورایی هستن، اصلا چرا وجود دارن، چرا عصبانی میشن، چرا بچه‌ای که میره تو تک آب میاره اینا گازش میگیرن، چرا ناقص میشه اون بچه، و همینطور جانوران دیگه ای داریم. گردشگری رودخانه ای که در پارود شکل میگیره ایشالله در آینده اثرات خودش نشون میده. ما هنوز آمدیم و یک بذری رو کاشتیم که در آینده ثمرات بسیار بسیار زیبایی را شامل این سرزمین میشه. در بلوچستان در زمینه تمدن آبی خیلی خیلی کم کار شده، اصلا کار نشده واقعا. من دیروز نازیل بودم در تپتان، من دیروز دفتر تمدن قناتی تپتان رو در نوکابات کلید دادم. اتفاقا جلسه خیلی شلوغی هم بسیاری از علاقمندان شرکت کرده بودن و این یک نگرش جدیدی رو میرسونه که راه جدیدی باز شده و اگر ما این راه ادامه ندیم بسیار چیزها رو از دست میدیم آقای دیواری. مثلا فرضاً شما قنات‌هایی که در این منطقه نازیل دیدم چه قنات‌های پرآبی بودن، متأسفانه بر اثر عدم لایروبی، تغییر اقلیم و همین جور چاهای عمیق و عدم رسیدگی، الان ما این سرمایه عظیم رو داریم کم کم از دست میدیم. ولی به اهمیتی که من برای اون حاضرین بیان کردم، ما ایشالله در آینده گردشگری این قنات‌ها در منطقه نازیل در بهرآباد شروع می‌کنیم ایشالله و این قنات‌ها رو ثبت ملی می‌کنیم. در زمینه بقیه این نقاط استان اینقدر گسترده هست که واقعا یک تیمی میخواد، یک تشکیلاتی میخواد که این کار انجام بده.
ولی من به توان خودم در هر کجا که بتونم در هر وقت سر میزنم. به قول مولانا، آب دریا را اگر نتوان کشید پس به قدر تشنگی باید کشید. کارهایی که مثلا الان حیف به صد حیف هسته که کلپورگان ثبت جهانی بشه و خناتش نشه، یعنی اگر خناتی نبود کلپورگانی هم وجود نداشت بسیاری از مناطق بلوچستان. من یادم رفت بگم روز شنبه یک جلسه طولانی داشتم در دانشگاه سیستان بلوچستان در دانشگاه جغرافیا و اینجا بحث تمدن قناتی بلوچستان شکل گرفت، چون ما در منطقه سیستان قنات نداریم و هرچه قنات هست در منطقه بلوچستان هست و اتفاقا اساتید دانشگاه و اساتید دانشگاه جغرافیا به شدت استقبال کردن و قرار شد که در آینده نزدیک چه حالا یک میزه گردی، چه یک همایشی و چه یک جلسه در مورد معرفی تمدن قناتی بلوچستان شکل بگیره و این کار صورت خواهد گرفت. و کار دیگه ای که در این زمینه من انجام دادم، کار دیگه ای که من در زمینه انجام دادم، نوشتن سفرنامه آبها در بلوچستان. دانشگاه همون سفر اول، نه یک دو تا سه تا سفرنامه بلوچستان، یه قسمت سرابان هست، یه قسمت ایلانشهر هست، یه قسمت قزقند و نیکشهر هستن، و قسمت های دیگه خود تمدن دریایی چابهار با عنوان سفرنامه آبها. بله، با عنوان سفرنامه آبها بلوچستان. دانشگاه کتاب در آینده نزدیک چاپ میشه، یعنی موقعی که من اینو به دانشگاه بلوچستان چیدنم و اساتید نشسته بودن با هم اینو بررسی کرده بودن، خودشون از من واقعا صمیمانه تشکر کردن، چون جایگاه همچه موضوع. حالا ایشالله که این سفرنامه این قسمت ها تصدیق کنه به بقیه جا. در مصاحبه رادیویی و تلویزیونی من اولویت رو به این مسئله دادم که حتما باید تمدن آبی بلوچستان در هر سه قسمتی که گفتم حتما باید تبیین بشه، شناسایی بشه و معرفی بشه، نه به ایران که به جهانیان. چون ما منطقه مکران موقعی که در نظر میگیریم از سواحل بوشهر شروع میشه میره در داخل خاک پاکستان و حتی فراتر از اونها به تمام عمان و جاهای دیگه. من این سوال از شما دارم آقای دهباری، چرا یارو به عمانی باید در زمینه تمدن قناتی پیشرفت کنه و ما نکنه؟ ببین این واقعی علتی که پتانسیل های ما بسیار بسیار بالاتر و بالاتر از اونها هستن و چیزهای دیگه. بنابراین ما در این کاری که داریم میکنیم در آینده نزدیک، پیشنهادی که من به استانداری کرمان دادم اینه که یک نشست عمومی از سه تا استان، کرمان، سیستان، بلوچستان و خراسان جنوبی، یک نشست داشته باشیم و یک هماهنگی تمدن قناتی بین این سه تا استان داشته باشیم. ببینید به لحاظ تعداد قنوات استان خراسان جنوبی اوله، 6000 قنات داره خراسان جنوبی. بله، و استان کرمان هفتمه، استان سیستان بلوچستان نهمه. این تقریبا یکی هم در واقع. ما موقعی که همچه تمدنی رو شکل بدیم، آمار قنات سیستان بلوچستان مشخصه هزار و البته ببین منظور من از آمار قنات این بگم اشتباه نشه، قنات هایی هستن که شرایط ثبت ملی دادن. بله، که فردا من این آمار میگم 1915 تایی که در بلوچستان هست، اینها اون آماری، چون همیشه اختلاف آماری بین وزارت جهادی کشاوردی و وزارت نیرو هست هر کدوم. حالا منم میام یه آمار دیگه ای بدم، میگن این چون آماری که من میدم آقای دهباری صرفا قنات هایی هستن که شرایط ثبت ملی دارن. در 1920 تا 15 قنات در بلوچستان شرایط ثبت ملی دادن. خب با توجه به این که زحمت حضرت علی واقعا قابل تقدیر هست و ما بجارت میتونیم بگیم که حضرت علی اولین شخصی هستید که در بلوچستان واقعا تلاشی هم علمی هم میدانی هم حضور فیزیکی سفرهای متعدد برای ثبت قنوات داشتید، دلسوزی حضرت علی و تلاشتون قابل تقدیر هست و این یک دینی است که باید نسبت به حضرت علی ما بلوچ‌ها ادا کنیم. در میان این همه قنات هزار خورده ای کدوم ها بیشتر شرایط ثبت جهانی رو دارن؟ در واقع خنات های سرابان که شرایط ثبت جهانی داره و ما این کاره میکنیم، خنات جالق هم همینجور. یعنی شما مطمئن باشین من با تمام وجود روی ثبت جهانی خنات ناهوک دارم کار میکنم. احسن دوستان، این برو برگرد نداره مگر این که نتوانم یا نباشم. انشالله که میتونید. بله، میدونین که ما به زودی
اگر ببین آقای دهباری، یه قنات که ثبت ملی میشه اگر آسیب شناسی روش انجام نشه کارشناسان یونسکو برای ثبت جهانی نمیپذیرنش. شما خودتون کارای منو تو کرمان دیدین که دیدم اومدم. خب حالا این که این اگر همین قنات جوپار زمانی که من نمایندگان 35 کشور جهان آوردم در این قنات بازدید کنن در جوپار؟ بله قنات. چه سالی اصلا؟ 1384 بله. من از اینها امضا گرفتم که آقا این میپسندین این جهانی باشه، همشون گفتن بله. انا قنات های قصخن اگر کار آسیب شناسی که من براشون تعریف کردم رفت بشه، شما برو برگرد نکنید که ثبت جهانی میشه، شما در این تردید نکنید. خنات اگر آسیب شناسی نشه، اگر آسیب شناسی رفت نشه، نه نمایندگان یونسکو نمیپذیرن. الان در حوزه تمدنی صلوان حضرت علی سال 95 و 97 من اومدم. بله 97 قنات خوشک. بله تا زیارت یه مجموع بله. قناتی ثبت کردیم. چی ویژگی این قنات داشتن؟ ببینید ویژگی های تاریخی شد و منطقی شد. قنات هایی که ببینید شما سه تا ویژه برای قنات باید داشته باشین که اون قنات ثبت جهانی یا ثبت ملی بشه. یک، جاده دستیاب. دو، ضرورت اقتصادی. و سه هم که دیگه ما قنات غیر تاریخی نداره. اهمیت تمدنی قنات در سراوان مهم بوده. شما سراوان دست کم نگیرین در تاریخ این سرزمین، حالا چه تاریخ ایران زمین چه تاریخ بلوچستان. بنابراین ما اگر این آسیب شناسی که روی قنوات تعریف میکنی روی قنوات سراوان صورت بگیره، شما 100% مطمئن باشین که من پروسه ثبت جهانی شه اجرا میکنم. ولی موقعی که دیگه آسیب شناسی نشه نه است. و در این زمینه همکاری های محلی رو میتونم، جمعانه محلی، عقابداران، مقامات دولتی اگر همکاری نکنن که نمیشه. ما در روز اول آذر در کرمان سومین همایش جهانی لوت و کلید داریم. خب اولیش در زاهدان برگزار شده بود 6 سال پیش، دومی 4 سال پیش، 2 سال پیش در ویرجن برگزار شد و سومیش در کرمان. دوباره 1404 اولیش دوباره در زاهدان برگزار میشه. یک چیزی که بسیار بسیار مایه تأسف بود، اساتید زیادی چند نفر اساتید در دانشگاه سیستان بلوچستان در اونجا شرکت کرده بودند در مورد لوت. شما میدونی که بیابان لوت جهانیه، بین سه تا استان هم شریکه، هم استانهای کرمان، سیستان، بلوچستان و خراسان جنوبی. من آقای دهباری از 6 ماه پیش میخواستم که منابع آبی لوت رو شناسایی کنم و معرفی در زمینه کرمان که خودم تحقیق کرده بودم، تحقیقات میدانی و محلی رفته بودم. در زمینه خراسان جنوبی دوستان خراسان جنوبی این کار کرده بودن، ولی متاسفانه منابع آبی لوت در قسمت بلوچستان هیچ کاری از روش انجام نشد. این مایه بسی تاسفه ها، اینقدر مثلا ما فرهیخته، اینقدر دانشگاهی، اینقدر محقق، اینقدر پژوهشگر در بلوچستان داشتیم، حتی میراث فرهنگی آقای دکتر سرگزی را با من معرفی کردن، ایشون چیزی نداشت. توصیه‌تون اینه که کار بکنن. ما نداشته هامونه باید به منطقه ظهور برسونیم، داشته هامونه گسترش بدیم. آخه مگر میشه یه قسمتی از لوت جهانی در اینجا باشه و از همه مهمتر گذرگاه بزرگ شرق غرب ایران از همین مسیر لوت بوده و از قسمت بلوچستان میگذشته روی منابع آبیش کار نشه؟ ما بخش نصرت آباد منابع آبی خوبی داریم. بله منابع. ولی متاسفانه تحقیقات جامعی انجام نشده. اونی که من میگم همون قسمت نصرت آباد که همین جور میده تا لوت زنگی احمد و میپیونده به لوت بزرگ که در نهایت سر از نهبندان در میاره. بنابراین این واقعا مایه تأسف بود که من تری روز در دانشگاه که بودم بود دوشنبه عملا به مسئولین اینو گفتم. گفتم آخه مگر میشه منابع آبی اینجا شناخت اینه و ما هر زمان که در منابع آبی خودمون سهل انگاری بکنیم لگد زدیم به تمدن و تمدن ویران کردیم، چون همه تمدن ها بلا استثناء با آب شکل گرفتن، با آب هم از بین رفتن. شما تمدن شهر سوخته رو ببینین، این بهشت باستان شناسان جهانی. موقعی که آب دریا عقب نشینی میکنه و هامون عقب نشینی میکنه، این از بین میره، این تمدن عظیم. حالا چرا در کاوش های بزرگی که در اینجا انجام شده هیچ اثری از جنگ و خون ریزی و این چیزا دیده نمیشه؟ یعنی این تمدن با جنگ و خوشحالی با جنگ و چیز از بین نرفته،
این تمدن صرفاً با نبود آبد بین رفت. بقیه تمدن ها همینطور. شما الان نگاه کنید هر قناتی که قش میشه یک تمدن از بین میره. خاد دیگه ای که در بلوچستان در زمینه تمدن آبی، همه موارد تمدن آبی دارم میگم، منظور هم رودخانه ای، هم دریا و هم قناته، روی اسطوره های آبی کار نشده. کار روی اسطوره های تمدن آبی در بحث آبهای رودخانه ای چی ویژگی هایی در بلوچستان آبای شما دیدین که در سیل 1400 بیشترین خسارت به بلوچستان وارد شد. واقعا من گزارش این سیل به شما بدم خون گریه میکنم. خب این دلیلش چی بوده؟ دلیلش اینه که ما هیچ برنامه‌ای برای مقاره روان آب خواب رودخانه نداریم. این در همه جا تصریح میکنه، در بلوچستان ضریب بیشتری به خود میگیره، یعنی متکاشف میشه. حالا شما موقعی که این مدیریت نباشه دیگه چیکار میتونیم بکنیم؟ بحران آب در بلوچستان یه بحران فراگیره. بسیاری از روستاها در مناطق مختلف آب ندارن. چقدر دختر بچه ها و پتر بچه ها توسط گاندو ها دستشون قطع شده است، بین رفتن مردن. خیلی مایه تأسفه. بنابراین مدیریت آب در بلوچستان به هیچ وجه چیزی نیست که بخواد ازش به عنوان یک موضوع مثبت یاد بکنیم. در هیچ کجای بلوچستان. خب ما میبینیم که در ما در خوزستان سیستان بلوچستان بحث دیپلماسی آب داریم. خب اگر نه اینکه افغانستان جلو آب گرفته چجکی رو ساخته باشه، صد سلمان خان رو ساخته تدایی دیگه، آب اصلا در بخش در بخش پاکستان منحرف کرده طرف دیگه، یکی طرف ایران در افغانستان، بله، و یک صد دیگه ای دارن جدیدن می سازن. خب غیر از این یک دیپلماسی ضعیف رو می طلبه. حالا شما ببینید چقدر مهاجرت در خدمت سیستان صورت گرفته، چقدر خانه ها خالی شده، چقدر مردم توی گرد خاک چیز بود. یکی از معضلاتی که باید بین استانی هست و مدیریت نداره بس جادموریانه. همون جادموریان این گرد قوارش فردا همه چی جاسید میکنه، از بین میبره. این اصلا با کوچ مهاجرت های متعدد ختم میشه. مثلا این بادهای سده به سوزهی که دارن میان تشدید میشن. در واقع بحران آبی در بلوچستان یه بحران فراگیره. و رودخانه ها مهمتنی اکثر رودخانه های بلوچستان فصلی هستن. ما کم بر رودخانه ادامه میداریم. اون رودخانه هستن با پشت سده پیشین میسازن. خب رودخانه سرباز و بقیه جهاده. و اون سدی هم که باز در نیکشهر هست اون هم همین. بنابراین شما نگاه بکنی آقای دیواری، سد مثل داروه. مریض بشه باید دارو بخوری. ولی اگه دارو زیاد بخوری اثرش معکوس میشه دیگه. حالا این سدسازی هم همینجوریه. بیشتر از حجم ذخیره های روان آبی ما با بارندگی ما سدسازی کرد. خب ضمن سپاس از حضرت عالی، یکم برمیگردیم به شخصیت خود حضرت عالی، استاد محمد برشان. اصلا چطور شد حضرت عالی به قنات و آب و اینها علاقه پیدا کردید؟ شاید شما تعجب کنید تحقیقاتون به این سمت سوق دادید. واقعا جالب. شاید شما تعجب کنید رشته تحصیلی من ادبیات زبان و ادبیات فارسی. خب شما خودتون میدونید من در مورد ادبیات اشعار دارید، مجموعه اشعار کتاب و مطالعات گسترده ای دارم و مقالات زیادی نوشتم، خصوصا در مورد مولانا، حافظ، فروغ فرخزاد، نیما، سهراب سپهری، سیمین بیبانی و اینا. من در سال 62 رفتم آب منطقهی هرمزگان. 6 سال در آب منطقهی هرمزگان کار کردم. میدونم در منطقهی هرمزگان بیشتر در غرب استان، یعنی از رودان به اونور اصلا قنات وجود نداره. قنات مفهومی در استانهای بوشهر و هرمزگان نداره. میشر به صورت برکه هایی هستن که آب ذخیره میکنن در جای مختلف و سفره. یکی از معضلات اون زمان استان هرمزگان خشکسالی بود. من با توجه به این که مسئول گزارشات خشکسالی بودم در دفتر مدیر عامل، میدیدم که این گزارشات عموما غیر کارشناس و بدون برنامه ریزی قبلی و بدون مراجعه به پیشینه یه خوزداری تهیه میشه. این در واقع میخواستن گزارشی داشته باشه. من خودم اینها را به صورت بنیادی بوده گرفتم و به صورت تاریخی تنظیم کردم. تا اینکه من
اومدم آب منطقه کرمان، یعنی از هرمزگان اومدم آب منطقه. اون فاصله 6 سال کارهای میدان کرده. بله کارهای میدانی رو خوشحالی در منطقه هرمزگان. ولی من های بحث قنات این سنگ بنای توجه به آب از اونجا شروع شد. توجه به آب، خب من مطالعات تاریخی داشتم، اینجوری نبود. من تاریخ رو به عنوان یک علم نگاه میکنم، یعنی در واقع تاریخ زندان اندیشه ها نیست، زهدان اندیشه هاست. در واقع آقای دیواری با تاریخ نمیشه درآویزی. تاریخ اگر بخوای باش درآویزی نابودت میکنه، بعد با تاریخ بیامیزی. یعنی امتداد سلسله نسل های بشر و اندیشه های بشری تاریخ رو تشکیل میده. من که اومدم آب منطقه کرمان، شما ببینید 72 رشته قنات از زیر سطح شهر کرمان در زمان قاجاری رد میشده. یکی از شهرهایی که بر اثر خشکسالی بیشترین ضربه را در طول تاریخ دیدن چندین شهر هستند، در صدرشون نیشابور هست به کرمان. زمانی که مغول ها به نیشابور حمله کردن، سبات های داماد چنگیز در جا کشته شد. دختر چنگیز دستور داد که بر خرابه های بر ویران های نیشابور جو بکارن، محصول بکارن. نیشابور تسلیم نمی شد، بالای صدرشته قنات رو کور کردن. کور کردن قنات ها یک دلیل دیگه هم باز از یک طرف یک چیزی داشت که مردم برای زنده موندن به کوره های این قنات ها پناه بردن. که یکی از اینها بعد از مدتی اومد بیرون که دستمایه تاریخ جهانگوشای تاریخ عطاالملک جفینی شد، که آمدند و کشتند و سوختند و خوردند و بردند و رفت. یه جا شکل گرفت. ولی در کرمان نه، این اتفاق نیفتاد. کشتند و سوختند و خوردند و بردند و ماندند. موقعی که آقا محمد خان قاجار این شهرها تسخیر کرد، برای تسلیم مردم کرمان 14 رشته قنات آب بود و مردم تسلیم شدن به خان زن در اینجا شکر. و ای کاش نپای خان زن به این سرزمین رسیده بود و نجنگ، چون باعث شد که تاریخ منطقه بلوچستان و کرمان از اون تاریخ به بعد عوض بشه. بنابراین زیر قنات های زیر سطح شهری کرمان یکی از اهداف من بود. آبرسانی به بازار کرمان، آبرسانی به خلاها، آبرسانی به معابر قدیمی. من اینا رو خودم شروع کردم در کرمان. کار میدانی؟ بله کار میدانی که مرتب شاید 1000 نفر ساعت کار در اونجا انجام شد. تا این قناتا مونده بودن؟ اصلا خوش شدن که زیرشون مونده بودن. چقدر ریزه صورت گرفته، چقدر شکاف زمین نشسته زمین، چقدر چاله های در اونجا رخ داده، بر اثر هنوز هم رخ میده. و هنوز هم که هنوز یکی از معضلات قنات های زیر سطحی شهر کرمان. در سال 1375 یه قراردادی بین وزارت نیرو و سازمان میراث فرهنگی بسته شد و که در زمینه حفظ و معرفی آثار تاریخی آب و این بانوان گنجینه های آب در سراسر ایران دفاتری باز شد و در کرمان هم در سال 79 دفتر گنجینه آب ایران آب کرمان تأسیس شد. تو بلوچستان یه آقایی بود بنام آقای اربابی. بله در بلوچستان هم تشکیل شد. آقای اربابی، جمشید اربابی، اولین مدیر گنجینه آب. این زیر نظر کدوم وزارتخانه بود؟ وزارت نیرو. بله زیر نظر مستقیم مدیر عامل از اونجا هم بزارت. خب یک دفتر تشکیل شد ولی 4-5 شما موفق بود، بقیه اصلا هیچ کار نکردن، هیچ کار. و با خود بلوچستان با این عظمتش، من شدم مدیر گنجینه آب و اوصال. سال 79 و کار بر روی منابع آبی و قنات ها رو شروع کردم. و برای اولین بار آقای دیوانی بحث ثبت ملی قنوات من شروع کردم از کرمان. یعنی جایی نداشت، باورشون نمیشد، قبول نداشتن که قنات هم آیا به عنوان یک سازه تاریخی میشه ثبت ملی کرد یا نه. مدیر میراث فرهنگی کرمان دوست من، ما شروع کرد و شد. بقیه به بقیه جاهای ایران از جا تسری پیدا کرد که بعد پروسه ثبت جهانی قنات ها پیش اومد. یعنی اولین ثبت قنات ملی ایران از کرمان شروع. از کرمان شروع شد. بله دیگه. بله دیگه همین قنات جوپار، قنات های بم. شما نگاه بکنید بزرگترین تجمیع قناتی رو در جهان در بم شما میبینید. 48 قنات در یک محدوده جغرافیایی به نام شهر بم. خب میدونید که
ما باغشهرهای زیادی داریم. ما در کرمان بم یه باغشهره، در بلوچستان جالق یه باغشهره، به عنوان یه باغشهر ثبت شده. بنابراین این کار که شروع کردم، خب من نویسنده هم بودم، روزنامه نگارم هستم، دفتر روزنامه داشتم، شما خودتون دیدیم که مقالات من و چیز دیگه. من که شروع کردم به نوشتن مقاله در نشریات متعدد، به خودم هم روزنامه نگار بودم، یواش یواش دیگه تو ایران مشهور شدم. سخنرانی های مختلف در کنفرانس های بین المللی و ملی مختلف. بنابراین اولین کاری که کردم تاریخ تمدن تاریخ آب آبیاری استان کرمان نوشتم. تاریخ آب آبیاری استان کرمان موقعی که چی شد، مثل یک پدیده نوین در فرهنگ استان کرمان جا افتاد. چون به قول مرحوم زنده یاد دکتر باسانی پاریزی، در همه زمین‌های استان کرمان نوشته شده بود غیر از تاریخ آب آبیاری. ارتباط هم داشت شما باشید؟ بله، همین کاری که دقیقاً در بلوچستان باید انجام بشه. یعنی شما تا تاریخ آب آبیاری بلوچستان نویسی، هر چیز بنویسی ابتره، چون بدون آب این سرزمین چیز نداره. خب حالا چرا من در بلوچستان شروع کردم؟ من تعلق خاطر نسبت به بلوچستان دارم. در سال 1372 یه جلسه ای داشتیم با آقای دکتر باسانی پاریزی، من که وارد جلسه شدم معرفی کردن دوستان، گفتن آقای برشان آمد، گفت برشان یه فامیلی بلوچیه. گفتم نه بابا من اینجایی ام. گفت دیگه به من یاد میدی استاد باسانی. آره آره. کجا بود جلسه؟ تو خود مرکز کرمانشناسی. اپتون دیدین که کرمانی در اونجا. به این خاطر من، خب من طایفه ای ما به نام سب بلوچ، سبدلی بلوچ از سراوان کوچ میکنه به اونجا. به خاطر ما یه تعلق خاطری هم نسبت به من داره. در استان کرمان کدوم شهر هستی شما؟ من اصلی اون بابتی هست بس. ولی خب ساکن کرمانم. بنابراین ما موقعی که نگاه میکنیم میبینیم دیگه من یواش یواش تو ایران جا افتادم دیگه، یواش یواش در همه جا چیز کردم، مرکز قنات، مراکز قناتی رو تأسیس کردم، در همه جا رفتم. و جالب اینجاست که هرگز من بابت این مسافرت هم، این کارهایی که انجام دادم، هیچ مبلغی دریافت نکردم، چون این عشق منه. به قول اقبال لاهوری، هستم اگر میروم، گر نروم نیستم. من در مهرآباد پچکوی قناتی رو میخوام ثبت ملی بکنم. موقعی که من میرم و واقعا میبینم که میتونم برای این سرزمین کاری انجام بدم، من تلالو و نور خداوندی رو در وجود خودم میبینم. به این دینی هست که من به این سرزمین دارم. اینجوریه، همونه که میگه که ربنا و اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا و کفر عنا سیئاتنا و توفنا مع الابرار. اینجاست انسانی که خودش وقت به جامعه بشریت به اندازه توانایی خودش نکنه، اون نمیتونه ادعای هیچی داشته باشه. و اولین سفرتون در بلوچستان و اولین خاطره؟ در اولین بلوچستان که شما اصحاب دادین اینه برای من. خب قبل از اون؟ قبل از اون نه، کسی من اصلا تصمیم نداشتم بلوچستان بیام. در سال 95 شما برای اولین بار از من دعوت کردین و من اومدم اینجا و کار با هم شروع کردیم. که بعدها دیگه این مسئله که باعث شد من توی میراث فرهنگی بلوچستان خب جا افتادم در مرکز، و بنابراین کار در جاهای دیگه ای شروع کردم، و مخصوصا ایران شهر. و ما در این ایران شهر مرکز قنات مکران رو کلید دادیم. ما سال 1389 زمانی که من سرپرست میراث فرهنگی بودم به طور موقت، ما اصلا توجه من به قنات معطوف شد. اینجوری ما با جهاد نشستیم، مدیر جهاد وقت آقای مهندس کرد، گفتیم یه همایشی بگیریم. حقیقتش ما تو همین موقت موضع بعد از غروب فندلی آوردیم و چیدیم، و ما خودمون اطلاعات همچنانی نداشتم در مورد بله. نه که حوزه تخصصی من بود، نه رشته هم بود، و نه بالاخره فقط هرچی من داشتم بر اساس اون دانش بومی که ما خودمون داشتیم، بالاخره با قنات سرکار داشتیم با کشاورزی، و ما اعلام کردیم همایش قنات سلام. تو همین محوطه موزه اومدیم اینجا و صندلی چیدیم، و بالاخره ما یه صحبتی کردیم، آدم ها اومدن، آره کشاورزا اومدند، و استقبال بسیار خوبی هم شد. و از اونجا بعدها من با مهندس علی اسکر دهواری، بله چون از دوستان قدیمی منه، خدا هم نفسش الان بازش هست شدن. بله بعد چون ایشون معاون امودها بود، و بله یادمه معاون مطالعات مدتی بود، معاون حفاظت بود، بله مدیر امور عابد سلامان بوده، چابهار بوده، خاش بوده. بعد من بیشن تماسی گرفتم، گفتم که در مورد قنات شما چی دارید؟
های آماری هست، مطالعاتی هست. گفت که من یه نفر رو شما معرفی میکنم، پدر قنات ایرانه و من خدمت حضرت عالی تماس گرفتم برای اولین بار و بله حضرت عالی هم خیلی خونگرم ما رو تحویل گرفت. من خوشحال شدم. وظیفه من بزرگواری و این منچه خیلی برکت بزرگواری و یه انگیزه شد که سال 95 حضرت عالی تشریف آوردید و یه بازدید میدانی و بالاخره منجر به ثبت قنات از هوشت تا بله سیاتک و نه سیاتک و کوزهی و نیزک و پارک و جان جارت سب نشد به نظر من توی پرونده پروندهش داره بررسی میشه. آره. جودی سب میشه انشاءالله. ما تا... البته جال و نهوک هم رفتیم اون سب. بله بله. حالا استاد بس یک بحث دیگه است. حضرت علی فرمودید منابع آبی اقیانوسی و رودخانگی و قناتی. یک بحثی است در مناطق مثل بنپشت سراوان خوشاب اونجا خیلی دانش بومی استفاده میشه برای ذخیره آب و کشاورزی. حالا خوشاب چی میتونیم بکنیم؟ خوشاب نه خوشاب ها تو منطقه بنپشت بله. باس سنگ و سیمان و بله بله دیدم آره آره ببینید آره. آب ذخیره میکنن بله سده های خاکی دقیقاً سنگی و اینا حالا کشاورزی میکنن دل بعد حالا ببینید ما کاری که میخوایم جدیدن انجام بدیم اینه که در منطقه دشتیاری یکی از کوتک ها رو ثبت ملی کنیم درست و همین خوشاب هم شما این در پارود هست در پارود هست یکی از اونا را من در بستر ثبت ملی قرار دادم ببین آقای دهواری برای ثبت ملی همکاری جوامع محلی مهمه اینا همکاری کنن با من چه ادارات چه افراد اگه قرار باشه من خوب دسترسی اینه ندارم همیشه بیام حالا توی پیرانه سر با این فاصله یه را با ارزینه هاش واقعیت قضیه بنابراین اگر جوامع محلی با من همکاری کنن نقشه های قناتی شرایطی که تهیه کنم پرسشنامه ها رو خب مزدورتر میتونم این کاره بگیم پس میتونیم خوشحال بله شما میتونیم بله این یکی یکی رو به عنوان الگو انتخاب میکنیم که سالمتر از همه بهتر از همه و شرایطی بهتر باشه هیچ چیزی نشدنی نیست حالا ما تصمیم داریم در دشیاری یک کوتک و ثبت ملی بکنیم بسم الله الرحمن الرحیم در ادامه در این قسمت با توجه به اینکه استاد پس من انگیزه اصلی سفرشون بحث آب و آبیاری و ثبت قنوات هست. حالا ما در خدمت خود استاد هستیم مختصر توضیح خواهم داد و بعد در خدمت بزرگواران در بحث قنات و ادامه جلسه هم به صورت بحث و تبادل نظر و بازم میگم این که قطره باران زبری چکی خجل شد چه پهنای دریا دوستان بلوچستان سرزمین وسیعیه که تمام معیارهای تمدن آبی رو داره ولی متاسفانه و متاسفانه و متاسفانه بیشترین کاری هم که نشده روی تمدن آبی هر جا آبی بوده تمدن شکل گرفته هر جا که آبی از بین رفته تمدن از بین رفته من در تاریخ آبیاری شهر سوخته رو نوشتم برای اولین بار در یک تاریخ مدون از آبرسانی به یک تمدن عظیم بهشت باستان شناسا نوشته شد و در اونجا علت اینه که شهر سوخته نابود شده عقب نشینی هامون بوده یعنی آبی بوده شکل گرفته آبی نبوده مرده بنابراین در بلوچستان تمدن قناتی که بلوچستان داره شاید در ایران بی‌نظیره اینم بهتون بگم ایران با 34000 قنات در جهان اوله عمان با 3000 قنات دومه یعنی فاصله اولی و دومی 1000 قناته ولی عمانی ها به لحاظ گردشگری قنات تو جهان اوله یعنی وزیر کشاورزی عمان از دولت پول نمیگیره گردشگری قنات هست که چیزاشون بودجه‌هاشون تامین میکنه من مدیر مرکز قنات استان کرمان استان مدیر مرکز مکران یعنی بلوچستان خراسان جنوبی خراسان رضوی و مرکزی هستم و در آینده نزدیک همدان و گلستان در تمام اینجا کار کردم ولی از اونجایی که خواستگاه ببینید دوستان من فامیلی برشانه برشانم یه فامیلی بلوچیه و ما خودمونم در کرمان اصلا به بلوچ مشهوریم به صد بلوچ من پدرم تا لحظه‌ای که میمرد میگفت پیشینیان ما رو جا گذاشتیم و اونجا موندن کاری نداریم که در سال 1317 هجری شمسی حمله نادر به هندوستان این متواری شدن صورت گرفته
حالا دیگه در کوی نیکنامی ما را گذر ندادند که تو نمیپسندی تغییر در نظر دادند. خدمت شما که عرض کنم من کار بر روی تمدن قناتی بلوچستان شروع کردم. ایشالله به زودی کتاب سفرنامه بلوچستان از من چاپ میشه توسط دانشگاه سیستان بلوچستان و بخش عظیمی از تمدن این دیار شناخته میشه که جاش کاملا تا حالا خالی بوده. من کار را با تماس آقای دهواری عزیز شروع کردم. ایشون حق بزرگی هم برگردن من داره، هم برگردن سراوان داره و هم برگردن بلوچستان. ایشان من به عنوان یه نویسنده قدر که تاریخ شفاهی اینجا رو داره جمع میکنه واقعا دستشو به گرمی میفشارم و تازه من همیشه بهشون میگم که آقای دهواری شما در ابتدای راه هستید، هنوز راه های نرفته و نشناخته زیادی در این مسیر وجود داره. من اومدم در سال 95 در سراوان، اولین باری بود من میومدم سراوان، قنات های اینجا را دیدم، قنات های جالقه دیدم، به اقدام به ثبت ملی تمدن قناتی چیز کردم. من میخواستم تمام تمدن قناتی سراوان ثبت ملی کنم ولی میراث مرکزی زیر بارش نرفت و چند تا قنات ثبت ملی شد و پرونده قنات ناهوک و قنات خوشاب هم آماده شد، چون در اون زمان اینها به سرسازی نشده بودن، در جلوشون ول بود، مظهرسازی نشده بودن، نمایندگان میراث نپذیرفتن. وگرنه از اونجایی که جارق به عنوان یک باغشهر در ایران ثبت شده ضرورت داره که قناتای ثبت. من دیشب اونجا بودم و باز هم امروز دیدن کردم و باز هم آقای نعمت اللهی که دیگه آقای دهواری در جنان هستن چقدر زنگ زد که من گفتم نقشه ها رو به من بدین من این کارو می‌کنم. بعد از اون من کار در جنوب استان شروع کردم، از ایران شهر شروع کردم، قناتای ابتر و قنات نوکاباد در صدر این کارها قرار. ما در اونجا اولین کاری کردم بعد از کرمان، حالا من بچه لوگوش بهتونشو میدم، مرکز قنات مکران رو به مرکزیت ایران شهر تأسیس کردیم. آقای مهندس حبیب الله کاووسی مدیر امور منابع آب راست دبیر این چیز هستن، دبیر مرکز قنات مکران هستن. اومدیم اسم بذاریم بلوچستان، دیدیم که نه، ممکنه شامل جای دیگه هم باشه. ما میگذاریم مکران که یک بعد وسیع جغرافیایی رو در بر میگیره، از ساحل بوشهر گرفته تا اونور خاک پاکستان و کشور عمان و جاهای دیگه. بنابراین ما اومدیم پرونده ثبت ملی قنات های ابتر رو شروع کردیم، قنات نوکاباد شروع کردیم، مرکز قنات مکران رو در ایران شهر شروع کردیم. یک نقطه خیلی خیلی شروعی بود و ما یک جلسه خیلی بزرگی در فرمانداری اون زمان داشتیم. آقای نبی بخش داوودی فرماندار بود و یک خوشانسی که من آوردم یه نفرم به نام آقای ابوالقاسم برشان معاونشون بود. یه احساس قرابت چیجی برای من هم وجود اومد، اون خیلی امکاناتی رو برای من فراهم کرد. در اونجا من اومدم استارت اینجا رو زدم و الان پرونده ثبت تمدن قناتی ایران شهر با محوریت ابتر در جریان کار است. تمام قنات‌ها شناخته شدن، پرونده دارن، آمار برداری شدن و مشخصات چونه میشه، کاری که تا حالا اصلا نه سابقه داشته و نه انجام شده. بعد من اومدم روی نیکشهر، قنات هونکر و قنات‌های هیچان رو من پرونده سازی کردم. چون در اون زمان در هیچان کسی نبود که نقشه اینها رو به من بده، هنوز دو دستم مونده. ولی اومدم در قزخند. جریان اومدن من به قزخند این بود که نمایندگان میراث فرهنگی همراه من بودن. خب دو تا ماشین بود، من اونجا رفتم، خانم ریگی فرماندار بود، همه اونای فرستاد زاهدان، گفت شما بری. به من گفت ببین این پرونده رو تکمیل میکنی میری، نمیذارم بری. واقعا هم نذاش برم، خدا شاهده باور کنید. من گفتم که بابا آخه یعنی که من کار دارم، من اصلا نیستم کارمند. من تو گفت امکان نداره تو کارمند باشی، نمیذارم بری. گفتم خیر خب. گفت این مدیران من همه در خدمتونم. یه اتفاق جالبی در قزخند برای من اتفاق افتاد، موقعی که تو سالن کوچیک فرمانداری قزخند تازه شهرستان شده بود، حالا الان فرمانداری ساختن، اون زمان یه سالن خیلی کوچیکی بود که خیلی افراد بیرون وای شده، من دیدم که عده خیلی زیادی تو این جلسه اومدن، بنر زده بودن. چه گفتم خانم فرماندار اینا که گفت اینا همه فامیلیشو برشانه اومدن شما رو ببینن. بازم این یه اتفاق خیلی جالبی در اونجا بود. رئیس بانک صادراتشون هم فامیل من بود، همه رو دعوت کرد و من برای اولین بار توی ایران، ببینید دوستان، برای اولین بار توی ایران تمدن قناتی یک شهرستان ثبت ملی کردم. کاری بی‌نظیر، کاری که واقعا شب روز منو گرفت.
و من اینجا باید دست آقای باشنده مدیر میراث فرهنگی اونجا را به گرمی میفشارم، دست آقای سایگانی فرماندار اونجا را به گرمی میفشارم که در اینجا من تنها نگذاشتن، هم منو در مرکز در زاهدان حمایت کردن و هم لابیگری هایی که من در وزارت میراث فرهنگی انجام دادم. جشن بزرگی که پارسال ما روز 15 شهریور 1401 در قزقند بر بام قزقند برای ثبت تمدن قناتی گرفتیم بی‌نظیر. در اینجا ما دو تا پروسه گردشگری تعریف کردیم، پروسه گردشگری انبه، پروسه گردشگری برنج. پروسه گردشگری انبه البته مرکزش ما هیتو گذاشتیم، در حالی که من قنات هیتو هنوز ثبت ملی نکردم. چرا؟ چون اون روزها داشتن روش کار میکردن و نمایندگانی که میراث میومدن چون نتیجه عملی ندیده بودن کاری نمیتونستن بکنن. ایشالله که قنات هیت تمام شده باشه و من بتونم گردشگری انبه را در صورتی که در خیلی جاهای این سرزمین انبه هست، در استان هرمزگان در رودان هست، در استان کرمان در منوجان هست، ولی پتانسیل انبه اینجا را ندارن. تلویزیون هامون دو تا گزارش خیلی خیلی مفصل از گردشگری برنج و از گردشگری انبه تهیه کرد و ارائه داد و من امیدوارم که شما اونها را ببینید. خیلی جاهای ایران از اصفهان، شیراز، شمال، آقا این گردشگری برنجی تو را انداختی؟ مگه ما برنج کار نیستیم؟ گفتم شما آب رودخانه برنج کاری میکنید، اینا با آب قنات برنج کاری میکنن، تفاوت ببینین از زمین تا آسمانه. و همینطور اون غذاهایی که با برنج ساخته میشه، با این برنجش وضعیتش اینا، به هر حال تا اون زمان هیچ کس قزقند رو نمیشناخت. صدها نفر از سراسر ایران و حتی خارج از کشور، ایرانیان خارج از کشور با من تماس گرفتن، اصلا قزقند کجاست؟ جایی که با ذره‌بین میبایستی در ایران کسرکند رو بگیری نگاه بکنی، و الان یکی از پروسه های بزرگ شناخته شده در اونجاست و من امیدوارم که بیش از این بتونم به قزقند و اونجاها خدمت کنم. بحث دیگه ای که من دیروز در نازیل و همینجور در نوکابات تمدن قناتی تفتان و کلید زدم، آدم ها را مشخص کردم، گذاشتم اونجا، وظایف هر کدومشون تعمیر کردم که ایشالله پرونده قنات ها را آماده بکنن و من بتونم ثبت ملی و ثبت جهانی قنات بهرآباد در اونجا انجام بدم، چون قنات بهرآباد در منطقه نازیل پتانسیل ثبت جهانی هم داره. مثل این قنات چیز من اخیر رفتم کلپورکا، این همین. ببینید دوستان، کم آب بودن یا پر آب بودن یک قنات تأثیری در اونجا نداره. و همین جور در پسکو، مهرآباد پسکو، در همون زمان من قنات مهرآباد پسکو را برای ثبت ملی آماده کردم و قنات کهنه ملا را در مهرستان باز آماده دارم. من پارسال شهریور ماه مرکز تمدن قناتی سرباز و در سرباز کلید زدم و اگر خدا به این فرصت بده و بتونم برم در همین هفته بتونم در راست هم مرکز تمدن قناتی بگیرم. خانم مبارکی از لاشار به من به فنوش خیلی تماس گرفته که برم اونجا، اونجارم، ولی خب گفتم اگر برسم. و برای اولین بار ما در تاریخ تمدن بلوچستان در دهشیاری یه هوتک رو دارم تپه بلی میکنم، دارم به جهانیان میگم این مردم این وضعیتشونه. تا حالا چندین کودک به وسیله این گاندوها یا زخمی شدن یا نخواست شدن یا مردن و این یک فاجعه بسیار دردناکیه که مردم این سامان از آب و هوتک بخورن. میخوام به جهانیان بگم بابا این زحمت پیشینیان ما، به شما ببینید. حالا بعدش من در پارود تمدن رودخانه‌ای را دارم ثبت طبیعی میکنم، چون رودخانه پارود از اونجا رد میشه، دو تا قنات رودخانه‌ای خیلی خیلی خوبم در کنار شهر. و حالا این کارهایی هست که در اینجا من انجام دادم، مونده خاش، ایرندگان، دامن، که تماس‌های زیادی با من فردا میرم، فردا میرم، بله میان دنبال. بنابراین دوستان عزیز ببینید، من دیروز جالب بودم، تمام قناتاشو دیدن کردم، آقای ملکزاده و آقای نعمت اللهی با من همکاری کردن. امروز با مدیر جهاد تماس گرفتم، نحوه نقشه برداریش گفتم چه کار بکنن. و همینجور من امروز به اتفاق آقای دهواری عزیز توی کلپورگان بودم، قنات کلپورگان دیدم. قنات کلپورگان باید ثبت ملی بشه، این نوچرا نداره. دوستان ببینید، این ویکتوری نیست، این چیز نیست. هارون رشید خواب میبینه که یک دستی میاد به این کار بهش میکنه، میره به فضل برمکی میگه که من اینجوری خواب میبینم، یه دست میاد این کار میگه، میگه تو این باری این کار کن، خب تمام میشه. میگه چه بود؟ میگه اون داشت به تو میگه با 5 نفر آدم متحد میشه جهان تغییر داد، شما بهش گفتی نه با 2 نفرم میشه.
دوستان با دو نفر آدم متحد میشه جهان یه تغییر داد. همه شما به من کمک کنید که در سرفصل آینده من بتونم پروسه گردشگری خنات در سراوان کلید بزنم. من نیاز به آدم هایی دارم. این... نه خب اون آدم ها باید پروسه های گردشگری رو تعریف بکنم براشون و بتونن و از مجوزی بگیرن از میراث و بیان اونجا استارتش بزنن. من نمیخوام اونجا پروژه های بومگری را بیفته، چون نه امکانات چه نه شرایط چه نه درآمد داره. دارم همه چیز رو ببینید. من دو سه تا قنات در کرمان ثبت جهانی کردم. پارسال در برابات بم پفک فروشه به من میگه من 15 میلیون فقط پفک فروختم. حالا رستوراندار بماند، پمپ بنزینی بماند، هتلی بماند، چیزای دیگه بماند. ببینید اولا که یک توسعه پایدار در اینجا شکل میگیره. ثانیا قناتی که ثبت ملی بشه به هیچ وجه نه چابالاش میزنن نه راسازی میتونن بکنن نه خط آهن بکشن. من دیروز نادیل بودم، خط آهن قنات سر خیابون از بین برده بود، یعنی تعادلش هم هم زده بود. بنابراین من با تمام داره ندارم، با تمام بوده نبودم، تصمیم گرفتم که این کار کنم و این کار هم خواهم کرد. و حالا این دفعه که من نمیرسم لاشار برم، چون باید برگردم 22 برگردم گناباد، یک همایش قنات داریم و ایشالله دعا بکنین که من بتونم لاشار و فنوجم به این جمع عذاب کنم. بله. ولی قنات حریمی داره، حریمی داره. برای ساختساز یه حریمه، برای جاده یه حریمه، برای دیوارکشی یه حریمه و برای جاهایی هم که فاضلاب باشه یه حریمه. بنابراین این نیاز به تخصص افراد بومی داره. من استارت کاره میزنم، یعنی اینجوری نیست که من بخوام وارد ماجراها بشم، نه. به این ماجرایی بود که در چیت برای من به وجود اومد در دلیجان استان مرکزی. فاضلا و جلو قنات رد میشد، من وارد ماجرایی که در اومد گفت چیکار داری از کرمان بلند شدی اومدی اینجا چیت میکنی؟ من با آقای فرماندار گفتم آقای فرماندار شما جوابش بدید. فردا آقای فرماندار یه نامه‌ای به من داد که شهروند افتخاری اونجایی. اون دیگه این اینی صلاح از اون گرفت و من شدم یک آره یک دلیجانی. بهشون گفتم با حالا من میتونم حرف بزنم یا نه. ببینید این مسائل هست، با دو نفر آدم متحد میشه جهان تغییر داد. ولی هر چیزی اولش شما بخواید دور دنیا رو برین، آقای دکتر دور دنیا بگردین، اولی قدم ها رو باید بردارین، تا دم درم برین باید اولی قدم ها رو بردارین. موقعی که اولی قدم ها با یک اراده بزرگ صورت بگیره مطمئن باشید. اما خوشیدن قنات ها، خوشیدن قنات ها دلیل متعددی داره. دوستان یوری گاگارین در خاطراتش می نویسه زمانی که فضاپیمای ما از جو خارج شد و ما در مدار زمین قرار گرفتیم، من از تماشای پهنه آبی اقیانوس لذت می بردم. 1347 1385 یک فضانورد دیگری میره. میگه زمانی که فضاپیمای ما از جو خارج شد و ما در مدار زمین قرار گرفتیم، دودی انبوه کره زمین را فرا گرفته بود و ما حتی یک لکه آبی هم روی کره زمین ندیدیم. این وضعیت کره زمینه. تغییر پدیده لانینا، پدیده النینو، زوال‌های فضایی، ماهواره‌های سرگردان، دور شدن 5 سانت ماه از زمین، تا برهم خوردن تعادل جذر مد دریاها، اینا همش تاثیر داره. و از طرفی مهمترین عاملی که در ایران وضعیت قنات‌ها و وضعیت آب بین شده سوء مدیریت، نه چیز دیگری. بنابراین شما نگاه بکنید علاوه بر این، خب بله قنات‌ها لایروبی نشدن، هزینه‌شون گرانه، بغل بری متر 1,200,000، نوکنی متری 800 تومنه. این مردم بیچاره ای که مالکین این قنات ها هستن، این در خواب میبینن، این مبالغ در خواب میبینن. واقعا هر جا هم که فخر از پنجره وارد بشه، ایمان از پنجره خارج میشه. ولی به همون اندازه ای که میتوانیم کار بکنیم، کارهای بزرگی میتونیم با همین حداقل تصمیم باز کنیم. بحث اینه، بس اینه که خب مثلا اگر من الان تو کرمان 11 قنات ثبت ملی کردم، امکان نداره من پشت در هر مدیری برم بخواد حرفی بزنه، نمیتونه اصلا، چون عمل کرده منو دیده، کار منو دیده و من در این زمانه در این مورد هیچ سود زیانی هم ندارم، واقعا سودی ندارم. حالا بیان که دیگه بلند شو بیا اینجا و باور میکنید زور تو ماشین داشتم میرفتم خوابم بود. ببینید حالا چجور شد من افتادم تو اینی که این کارا رو بکنم. من 17 سال بچه نداشتم، 17 سال من حتی 64 عروسی کردم، نسل خودمون دیگه سال 64 عروسی کردم، پسر من متولد 81. خب من نشستم با خدا یه صحبتی کردم، گفتم ببین آخه
من این همه نوشته، این همه کتاب، این همه چیز، من فقط 10,000 عکس از بحران آب تو ایران دارم. فقط تو ایران 10,000 عکس از بحران آب دارم. گنجینه ای که من دارم هیچ کس نداره. بخشش دانشگاه بلوچستان تعهد کرده که چاپ کنه و امیدوارم که به عهد خودشون وفا کنن. وگرنه خدای گونی پولی بنداده من بتونم کتابم اجرا کنم. خب اومدم گفتم خدایا بابا این همه آخه به طرف 8 و 9 تا دادی نون ندارم بخورن. اونم یکی بده. مگه چی شده؟ مگه تو توی خونه خو یه خب به من الهام شد. خب حالا من بچه به تو بودم تو چی به من میدی؟ گفتم منم قلم من از بشریت میکنم. به اینه حالا من خیلی جاها هزینه ها رو دریافت میکنم ولی وارد سفرم نمیشه. اینه که همین که من میتونم یه قناتی رو به منصه ظهور برسونم خیلی هم خدا رو شکر میکنم. کلام 40 گرد من دازم هوا بازم من در خدمت کنم. یه کاری از من قبول کنید آقای دکتر. یه داستانی ما قدیما داشتیم آقای دکتر تو کتابای درسیمون به نام بلدرچین و برزگر. یادتونه که اون خیلی یادتونه بلدرچین و برزگر. بلدرچین تو مزرعه لونه داشت. یه روزی میشینه که یه کشاورزه میخواد بیاد درو کنه. به زن بچهش میگه شما گوش به زنگ باشین ببینیم چه خبره. میگه چه خبره؟ میگه کشاورز رفته بود قوم خیشاش خبر کنه بیان درو کنن. گفت بشین اینه چه خبری؟ نه. روز بعد اون چه خبره؟ گفت کشاورز رفته قوم رفته دوستاش از یه روستای دیگه بیاره. گفت نپیشین هیچ خبری نی. شد روز آخر گفت چه خبر؟ گفت چی؟ خودشو زن و بچه‌ش داساشو نتیز کرد. گفت دیگه بلنش. ببین دوست من هر کسی اگر بنده میگه یه بار یه درختی آتش گرفته بوده این درخت‌ها این پرنده‌ها می‌خواستن چیکار می‌کنن یه گنجش می اومده نوکشه تو آب میزده میرفته بالا مینداخته رو زمین. یه نفر بهش میگه خب این آتش و این حجم آتش و این نوکه تو. میگه ببین من به اندازه توانم کار میکنم. هر کسی از ما به اندازه توانم کار کنی مجموع این توانها اراده هایی را تشکیل میده که هیچ چیز جواب گوش نیست و مطمئن باش این اتفاق خواهد افتاد. همینطوری کسی باورش نمیشد که تازه اون روزی که من خبرگزاری ها گفتن قنات های سروان ثبت ملی شده و بقیه جاهای چیز اصلا از من گله میکردن ها چرا فلانجا چرا فلانجا چرا. من اومدم مرکز قنات مکران در چی تاسیس کردم در ایران شهر تاسیس کردم صدها نفر منو نمیشناختن. نه آقای برشان خودش اونجایی بوده چیز بوده. گفتم والله به خدا من از اصلا کجایی ام بیاین صحبت کنیم. من دیگه با خبرنگاری ایسنا صحبت کردم گفتم بابا بگو این نیست اینم شناسنامه اش اینم چیزی اصلا خبر نداره که اینا هست. آقای دکتر حرف شما اینه که من کار ثبتش رو انجام میدم ثبت که شد دیگه اون برمیگرد به مطالبه گری شما که جرای اون مسیر قنات رو بگیرید که کار نکنن ببینید این خود به خود دیگه صورت میگیره. آره دیگه این خود به خود صورت میگیره. ببینید این کار خوشبختانه در بلوچستان خوب جا افتاده. در بلوچستان خوب جا افتاده. من مثلا خود در کرمان جاش انداختم. من هفته آینده در چیز 22 در گناباد یه سخنرانی بزرگ پیرامون همین معضلات دارم و من تصمیم دارم در بهار آینده در بهار 1403 مقامات ستا استان کرمان خراسان جنوبی و سیستان بلوچستان جمع کنم و یک مجمع قناتی از این ستا استان تشکیل بدم. شما میدونی که کرمان و سیستان بلوچستان و خراسان بیش از یک سوم ایران رو تشکیل میدن به لحاظ وسعت. ستا استان پهناور کشور هستن. بنابراین خراسان جنوبی 6200 قنات داره. یه خورده نیست. حالا قنات هایی که البته منظور من اینه که آقای دکتر قنات های آمارایی که من میدم آمارای قنات هایی هستن که پتانسیل ثبت ملی دارن ها. ولی از اونجایی که آمارها بین جهات کشاورزی و وزارت نیرو متفاوته من آماری میدم که چیز استان خوچیز استان سیستان و بلوچستان. حالا سیستان که قنات نداری استان سیستان و بلوچستان به لحاظ قناتی نهمه. کرمان هفتمه. یعنی 1913 قنات در استان سیستان و در منطقه بلوچستان قابلیت ثبت ملی را داره. ببینید خب حالا یه آدمی مثلا خب من چند بار میتونم باور میکنی فریش هم من تو اتوبوس داشتم میومدم زاهدان دو تا سرباز کنار من نشسته بودن. اینا هر آهنگی که دلشون خواست گذاشتن و بالاخره خواب منو گرفتن که موقعی که من اومدم زاهدان دیگه همون تو ماشین خوابم بود. این تبعات داره ولی نمیشه هیچ کاری بدون هزینه نیست. هر کاری شما میکنی بعد از دینشو بپردازید. این شما هستین که تک تک میتونین با دو نفر جهانی را تغییر جهان تغییر است نه تغییر.
دلخوش کردن به بخت و اقبال و اومدن این مقام و اومدن اون مقام و گفتن این اون اصلا دیوانگیه. من در خدمتون هستم با تمام وجود. جان اینم همینجور رد کن برن همه ببینن. بعد از پایان سخنان مرکز خنات مکران مرکز خنات مکران ببینید ببینید دیدی حالا ببینید مرکز لوگوی مرکز خنات مکران رو. آقا یه عکسی از این بگیرین. عکس گرفتین؟ آقای دکتر الان یه موضوعی که شما الان داری صحبت کنی بحث قنات هست، ولی ما متاسفانه خوب بچون در روز آخر گمش نکنی ها، بده همه ببینن، بده آقای دکترم ببینه اون آخر آخر. ما الان ما شرایطی تو اون شهرستان بخصوص سراوان کل البته کل بلوچستان سراوان کلن بالاخره بس خوشسالی هست. میبینی که مرکز قنات مکران ما... ببینید ولی یه عکس همیشون بگیره که میگیره. ما که مشکلی که الان داریم ما درست قنات داریم ولی آب شرب ما الان در اولویته. خب به خاطر چی؟ الان شما ببینید ما قنات هایی داریم در حوض سراوان جز هوشک، زنگیان، پرکن، آسپیچ، کلاتوک یا تا دهکی میری کوهک همه و همه اینها به جز این که قناتن آب شرب مردم هم دارن تعمیم میکنن. خب یعنی الان طوری شده که من نظر من اینه که تا چند سال آینده طوری میشه که خیلی از قنات های ما آبی کمی هم که داشته باشه برای آب شرب استفاده میشه، یعنی کشاورزی ما داره مثلا از بین میره. خب این هم یه موزل بزرگه. دیدین که آقایان بعد... دیدین که مرکز قنات مکرانو آره خب. این یه مشکل بزرگی که ما اینجا داریم. بعدش هم خب چاهای عمیقی که زدن تو منطقه خب به خاطر اینه که دبی آب کلن اومده پایین، مثلا چاه هم شده 100 متر ولی بعد از مدتی بوده 30 لیتر در ثانیه بعد شده 5 لیتر در ثانیه. خب خوشسالی هم بی تأثیر نبوده. بله تغییر اقلیم خوشسالی. و من دقیقه یادمه که سال 93 ما بست خوشسالی که بود ما مهمون داشتیم از وزارت نیرو، چند نفر از روسیه بودن و مهمونای دیگه هم داشتیم. بعد دوستی که اونجا بود یه چیزی گفت که خوشسالی که در سراوان هست خیلی خوشسالی شدیدیه به خاطر اینکه سفره‌های زیرزمینی دیگه کلن هم قنات رو خوش کرده هم چاه‌های زیرزمینی رو خوش کرده و نیاز بارندگی داره که حداقل در 10 سال 12 سال آبی بین 500 تا 600 لیتر تغذیه زیرزمینی داشته باشیم. ولی مثلا دیوی آبی سال قبل جمع کل از اول سال تا پایان سال بوده 63 لیتر، یعنی 63 میلی‌متر بارندگی برای کل سراوان یعنی در طول یک سال کفاف این موضوع رو نمی کنه. یعنی این خوشسالی طوری شده که دیگه مثلا اگر بارندگی بالایی هم در طول 15 سال 20 سال هم داشته باشیم شاید نزدیک بر 200 سال 150 تا 200 سال زمان میبره که سفره های آب زیرزمینی قنات پرآب بشن. حالا خدمت شما که عرض کنم بحث شما میگه یه بار یه دزدی رو پلیس دنبال میکرده، دزده میره تو استخر، پلیس بارا میگه برو دیگه نیرو دریایی باید بیا. متوجه؟ حالا این که شما میگی من فقط در حد ثبت ملی میتونم آره حرف کنم کاملا درست و به جا استاد اجازه هست ولی دیگه نیرو دریایی باید بیا. بالاترین قنات های مادر این منطقه سه قنات هست این منطقه جان یک کردان کردان بهش میگن دو پولکن سه میودو قنات هایی بودن که در یادی من نه اینکه آدم میبردن بچه میبردن آسیا آرد میکردن پولکن استاد شما که خودتون میدونید کن به معنی پول یعنی قنات پول لبریز بله کن یعنی چشمه در واقع بله چشمه پول مثل تاشکند مثل بله خب بعد این الان سه ساله این ریسفید اونجا هست کشاورز هم هست تمام مزارع مرکبات حتی تمام خوش بوده ای کاش شما نزدیک میدید این به بزرگترین قنات من کل منطقه سراوان بعدش کردانه که بغلشه و بعدش دزک هست میردو دزک خیلی پایین میردو اینا دل قناتای حالا هوشک
ترجو و میری تا پایین اینا قرارتای داشت اما کم بوده. بعد از اینجا بودید در جا شما تشریف بردید. قرار بود من دیروز با شما بیام. خانم زنگ زد با من مریضی داشتم. من یک نفر رو هم اونجا معمول کردم به من بیاد. او هم زنگ داده تمام به آقای ملک زاده رو میگه. آقای ملک زاده بله با شما همراه شد. خیلی هم ما مجاهمش هم شدیم. شام هم دعوتمون کرد. یک نفر دیگه به نام وکیل اسمش که خودش هم کارشناس سرپرست قنات اونجا چهار تا قنات به اصطلاح که سرپرستیش میکنه همه آقا و خودش هم تخصصای داره تخصص داره نمیگیم یعنی در جا بعد از این مناطقی که گفتم پوشک سرجو اینا همه قنات تا بریم اما اینا قنات های کوچیکی بودن. یک ضربه بسیار بزرگی که ما الان در دل به ما زدن این که این فرودگاه رو بدون مطالعه فرودگاه جایی بود داشتن که قناعتای ما از اونجا سرچشمه میگه اصلا ملکزاده با مطالعه بوده و قصد دیگری بوده اصلا نه مطالعه از به این نه اگر های ملکزاده مذارت میخوام اگر شما قناعتا شما ثبت تاریخی بود اون حالی آمد داره میگه شما میگه هرگز اگر ثبت شده بودن فرودگاه نمیزدن نه حالا ببینید یه جای حتی طرح‌های عمرانی من زیاد از اینا دیدم تمام قناعت پرکن دزد و همه قناعتش سرچشمه شد فرودگاه خب درسته ای کاش که فرودگاه 5 کیلومتر اونورتر سرچشمه فرودگاه نیست سرچشمه من فرودگاه رو در این جا نمیدونم ببین فرودگاه تو شهره سرچشمه قنات کوهستانه اصلا سرچشمه قنات ما اصلا این شهر نیست بارندگی نیست بارندگی سرچشمه ای که میاد فقط مسیره یعنی فرودگاه یه مسیریه که قنات رد میشه سرچشمش شاید فاصله 20 کیلومتر من دیدم آخه ببین حالا مهندس میگه من قناتم دقیقاً قنات ما اینجا انحراف پیدا کرد اون موقع انحراف به جایی که مثلا ما ادامه بدیم به طرف همون راهه فرودگاه دقیقا فرودگاه ما شما رو میبرم اصلا اولی چای ما فرودگاه خب. نه درسته اولی چا نگاه اولی چا نه اون ما بهش میگیم درب چا مادر چاه من مادر چاه ما الان این مادر چاه خب مثلا شما ببینید همین خود سرابان چون ما به سمت بالا به سمت خاشکی میریم رو ارتفاع میریم مادر چاهایی که اول شهر بودن با فاصله 7 متر 6 متر او مادرچاهایی که گم شدن به مرور زمان یعنی بله بله چون کارشون نشده لایدی نشده خب ما نمونش الان من توضیح میدم برای ملک ساده تو ناوک خب الان همین مادرچاهی که ما اینجا مثلا تو مسیری که حاجی میگه یه مادرچاه اونجا دارم من حتی شنیدم از دوستان هم نه تنها مادرچاه همون مادرچاهی که اونجا دارن ارتفاعش حداقل 13 متره یعنی ارتفاعی که از پایین دست تا بالا دست 13 متر 14 متر موقعی که قناتی در بورس ثبت ملی قرار میگیره جهانی میشه مثل قزقن حالا ممکنه کاری رو قنات انجام نشه ولی به هر حال اون در بورس قرار میگیره الان مثلا خیلی کسانی در قزقن اومدن اعلام کردن که ما سرمایه گذاری گردشگری میخوایم انجام بدیم خب برن انجام بدن مهم اینه که من استارت زدم کار انجام دادم و شاید من دیگه هیچ وقت پامم به قزقن نرسه ولی این کاری که کردم این مهمه این وظیفه تاریخی من بوده و اون که ما از شما که نمیخواییم ولی همین قناتای سرابان میگم از همون اول گرفته خب اومدن بیرویه چاه دادن این بحث آسیب شناسیه ببین دوست من قبول دارم این بحث آسیب شناسیه من نیومدم بحث آسیب شناسی که دنبال بله آسیب شناسی اصلا ما چیکار کنیم که بتونیم ثبت ملی رو ببینید خب من دارم میگم من گفتم که ببینید من مثلا همین کلپورگان من اصلا رفتم یه آقای ملنگ عارفی اونجا بود من نشستم با این ملنگ صحبت کردم گفتم چیکار کنم گفتم هیچی تو نقشه قناتی تو من بده بقیه کاراشو میکنم گفت نقشه بردار نداریم گفتم مگه میشه تو این شهر با این عظمت این همه آدمای فرهیخته دانشگاه دیده غیر زالک و معمار و مهندس و راهساز و غیر زالک نقشه بردار نداشته باشه ایشون دخترش معرفی کرد به من گفت نه اونا نه ببینید به من گفت چیکار بکنم گفتم ببین تا از مادرچاه تا مادر یو تی ام در نظر بگیر اینها فاصله 4 رو در نظر بده گوگل ارث نقشه بهت میده ای بابا من که این نقشه اونچنانی نمیخوام من نقشه میخوام که یارو تو میراث نگاه کنه گرفتی که چیه میخوام من اینه میخوام من یه گزارش مستندسازی میخوام مثلا فرض کن نظام آبیاری مدار گردش آب آینه های آبی
سندهای آبی، اینا کاریه که به عهده من و من این کارم انجام میدم. موضوعی که الان آی ملک سعدی میگفت الان ناوکم ما، بله من بچه ناوکم. خب الان ناوک دارن کار میکنن اونجا. بله رفتم دیدم تو دیدی شما الان یه درچاهایی رو خب به خدا یه جوری اینا پیدا کرده بودن که خیلی برای من سوال بود. من خودم رفتم من نزدیک دیدم درچاها، یعنی همون حاجی آقا میگفت دربچا یا همون درچا، یعنی الان 22 متر 23 متر این درچاها ارتفاع دارن تا بیری بالاتر به سمت دره چراها. بله من یه روز رفتم دیدم، یعنی ببین اصلا 500 متر از قنات رودخانه قنات تا اونجا 500 متر هم نمیشه، ولی ببین 22 23 متر ارتفاع. اینا میرو چیکار میکردن؟ اینا خود اهالی محل مردم لولی روستا میومدن تو رودخونه، مثلا میگفت آها مسیر رودخونه اینجاست، یه نفر میرفت از تو دهنه چا میومد بالا با سنگ میزد تا درب چا رو پیدا بکنه. بله به این کار میگن دویل کاری. آره این دیگه واقعا خطرناکه. الان ما میگیم قنات ریزش کرده، خب نیاز به کار داره. مردم میگن دیوی آب بوده 350 لیتر در ثانیه، الان شده 60 لیتر در ثانیه، یعنی خوش سالی میدونم. من خیلی خطرناکه. آره من دیدم اینا. آره. در پایان ضمن سپاس مجدد از استاد محمد برشان، نویسنده، پژوهشگر، روزنامه‌نگار و خبرنگار و همچنین پژوهشگر برتر در عرصه دستگاه‌های جایی استان کرمان که بیش از 20 جلد کتاب درباره تاریخ آب و آبیاری در استان کرمان، همچنین ثبت ملی و جهانی قنات‌ها کوشش و تلاش فراوانی داشتند، انشاءالله بتونیم از زحمات و خدمات ایشان در استان سیستان و بلوچستان و همچنین از رهنمودهای ایشان در بلوچستان برای ثبت قنات‌ها به صورت ملی و جهانی بهره بگیریم. بسیار خرسندم که این وقت رو در اختیار ما گذاشتن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.